گرپ توی پاپ پلیتام یکی از بهترین اختراعات پلیتام هستش درسته اونا کسنب و هایی رو ساختن اما گرپ یه اختراع خیلی برتره در حالی که از بیرون ساده به نظر میاد گرپ یه گذشته تاریک داره و خون زیادی به خودش دیده گرپ برای کارمندان پلیتام یه وسیله ضروری به حساب میاد در حالی که پلیر با قابلیت گرپک آشنا بود اینکه پلیتام انتظار داشت کارمنداشم از این وسیله استفاده کنن اصلا منطقی نبود نگاهی به این بخش از دفترچه راهنمای کارمندان پلیتامکو بندازید که راجع به گرپک صحبت میکنه وقتی شروع به استفاده ازش کنید تعجب میکنید که چرا همه محل های کار گرپک ندارن خب دلش اینه که ما تکنولوژی اون رو ثبت اختراع کردیم و نمیذاریم کسی دیگه ازش استفاده بکنه بازدید کننده های کارخونه میتونن از گرپک استفاده کنن تا احساس کنن واقعا بخشی از تیم اصلاً. اما نیستن اونا فقط باید از گرپک برای دستگاه مکرفرند استفاده کنن بچه های یتیم میتونن توی ایستگاه بازی ازش استفاده کنن اجازه ندید بازی کننده ها باش ماشینالات سنگین رو کنترل کنن و مطمئنا نذارید به هم شلی کنن اما مهمتر از همه مطمئن بشید که یه بزرگسال مسئول از هر گروه بازید برگه سر به مسئولیت رو امضا کنه که توش نوشته شده پلیتمکو هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه آسیبی که توسط گرپک به وجود میاد نداره پلیتن واقعا به گرپک خودش افتخار میکنه طرز حرف زدنشون باعث میشه به نظر میاد که اونا بهترین اختراع تاریخ بشر رو انجام دادن اونا عمدن اون رو به بازید کارخانه های کارخونه نشون دادن و حتی بهشون اجازه استفاده ازش رو دادن اینکه اجازه دادن به کارمندا برای استفاده از گرپک یعنی یه شکایت حقوقی غریب الوقوع حتی با اینکه شاید کارگرها رو آموزش داده باشن هر موقعی ممکنه یه اتفاقی بیفته جای تعجب نداره که اونا داشتن کارمنداشون رو از دست میدادن و به اسباب بازی پروژه بدنهای بزرگتر بیگر بادیز اینیشیتیو برای انجام دادن کاراشون تکیه میکردن. کتابچه راهنما حتی به این موضوع اشاره میکنه که گرپک چقدر خطرناکه اونا توی کتابچه این رو میگن گرپک اینجاست تا کارتون رو آسونتر کنه در عوض شما باید به گرپک احترام بذارید ازش مراقبت کنید و ازش برای چیزی که طراحی نشده استفاده نکنید گرپک توسط الیوت لودویگ اختراع شد تا بهش توی کارخانه کمک کنه چون داشت پیر میشد اما اونقدر کاربردی بود که ما اون رو برای همه کارمندان راه اندازی کردیم به عبارت ساده این یک کوله پشتیه که دو تا دست دراز شدنی داره که کارکردهای زیادی داره ازش میشد برای کنترل کردن دستگاه برداشتن وسایل و حتی وز کردن مدارهای برقی استفاده کرد همچنین میتونست درهای رنگی رو باز کنه دست سبز میتونه به طور موقت یه بار الکتریکی رو نگه داره تا برق بین پریزها منتقل بشه دست زرد رنگ تخصصی تره و فقط به کارمندانی داده میشه که درخواست بدن و تشخیص داده میشه که برای کارشون بهش نیاز دارن برای مثال کارمندانی که باید به جاهای بلند برسن این دست کاربر رو به هوا پرتاب میکنه و به خاطر ریسک های واضحی که داره فقط بعد از گذراندن یه دوره به کارمندان منتخب داده میشه این خیلی جالبه که اونا راجع به دست زرد که برای پرتاب کردن کاربر به هوا استفاده میشه صحبت میکنن خیلی شبیه به دست بنفش همون پرپل هند تا حالا توی بازی با دست زرد برخورد نکردیم و به نظر میاد که دست زرد با اینکه کارش عین دست بنفشه اما خاصتره فعلا تنها توضیح برای این موضوع اینه که دست زرد برای اینکه کاربر رو پرتاب کنه به صفحه خاصی نیاز نداره به همین خاطر کنترل کردنش سختتره پلی تایم کو به اینکه ریسک کنه و جون کارمنداشو به خطر بندازه میتونه یه سی سیستم آسانسور پیشرفته بسازه کارمنداش بتونن راحتتر بالا و پایین برن شاید توی چپتر بعدی بتونیم این دست زد رو به دست بیاریم و خودمون ببینیم چطور کار میکنه یه نکته دیگه هم ته است گرپک واقعا کاربردیه و نه فقط توی کارهای روزانه وقتی آزمایش از کنترل خارج میشن گرپک بهمون کمک میکرده تا با یه عالم موقعیت های سخت کنار بیایم یه بخشی از این هفت درسته چون اگه گرپک نبود نمیتونستیم توی بازی باسا رو شکست بدیم مخصوصا مبارزه با کتنپ که مجبوریم از هر ستا دستی که داریم استفاده کنیم سبز برای شارش کردن پریز برق بنفش برای پریدن و نارنجی برای اینکه بفهمیم کدوم کتنپ واقعیه بجز اون از دستها میشه برای باز کردن بعضی از درها استفاده کرد مثلا قطار توی ایستگاه بازی فقط با دست سبز باز میشه همچنین بعضی از درها رو فقط میشه با دوتا دست باز کرد یکی از صفحه های دفترچه راهنما به این موضوع اشاره میکنه گرپک یه بخش مهم از امنیت به حساب میاد چون ازش برای باز و بسته کردن خیلی از درهای کارخونه استفاده میشه شاید شما رو به دفتر امنیت ببرن تا نحوه استفاده از گرپک رو یاد بگیرید لطفا به نوار اطلاعاتی توجه کنید ساختن این چیزها هزینه داره اما چیزی که باید بهش واقعا توجه کنید پستری هستش که همراه با این نوشته هستش که یه پیامی به سختی قابل دیدن تهش نوشته که میگه مدیریت هیچ کنه لوازم جانبی که باعث کم شدن کارایی هر گرپک بشه رو تحمل نمیکنه. این نشون میده که پلی کو چقدر به تکنولوژی اختصاصی خودش حساسه این موضوع توی نحوه رفتار اونا با بچه های یتیم هم نشون داده میشه چون اونا رو بیشتر به عنوان اصیل میبینن تا بچه واقعی نیازهای اولیه مثل نور و واقعی خوشید و معاشرت اجتماعی چیزایی نیست که پلیتامکو بهشون اهمیت بده توی اعلانیه استخدام جدید بیشتر متوجه میشیم که پلیتامکو به عنوان یه شرکت چقدر وضعش خرابه ما همیشه دنبال آدمای بیشتری هستیم تعجب میکنید که یه کارخونه اسباب بازی چقدر به امنیت نیاز داره ما میتونیم همه آموزش هایی که لازمه رو بهتون بدیم تا به تیم بازاریابی ما ملحق بشید به دفترمون سر بزنید و یه فرم درخواست بدید این حقیقت که پلی تایم خیلی از بودجهش رو صرف امنیت میکنه نشون میده که اونا به کارمنداشون اصلا اعتمادی ندارن اونا توی آگهی استخدام فقط از تیم بازاریابی استفاده میکنن بدون اینکه توضیح بدن کارشون چیه ما میدونیم که کارشون با اسباب بازیهایی که فرار کردن و احتمالا خطرناک هستن سر و کار داره این یه کار فوقالعاده خطرناکی که ممکنه جون کسی رو بگیره کافیه به حادثه فرار هاگیواگی نگاه کنید این باعثه چندتا چند تا از کارمندا بمیرن یا گم بشن احتمالا اونا دارن تا جایی که میتونن نیروهای امنیتی استخدام میکنن تا وقتی اونا میمیرن به راحتی بتونن جاشون رو پر کنن همچنین به این پوستر دقت کنید این یه جور هشدار به کارمنداست که به خاطر خطرناک بودن جریان برق با ولتاژ بالا دست سبز گرپک رو بیش از حد شارژ نکنند. دلیل مگه تئودور گرمبر رو یادتون میاد تئودور یکی از بچه های یتیم بود که یه روز تبدیل به کتنم شد پرتوتات بهش دستور داد که از دست سبز کرپک استفاده کنه و برای فرار پریز برق سبز رو روشن کنه متاسفانه چون تئودور آموزش درست و ندیده بود و فقط هفت سالش بود برق گرفتگی پیدا کرد اگه پرتوتات به دادش رسید همون موقع میمرد توضیح نحوه کار کردن برق با استفاده از گرپک را هم میشه توی دفترچه راهنما پیدا کرد فقط کارمندای بخش تعمیرات لازمه که از این اتاق استفاده کنند آموزش اولیه‌تون باید این رو پوشش داده باشه که اگه توی موقعیت اضطراری نیاز به وصل کردن دوباره برق دارید چی کار کنید نذارید بازدید کننده ها توی اینجا پرسه بزنن بچه ها عاشق این هستن که کلید ها رو خاموش و روشن کنند دشمه ها رو فشار بدن و انگوشتاشون رو توی همه چی فرو کنن دو تا سوکت وجود داره که با استفاده از گرپک بشه وصلشون کرد فقط کافی کاب رو دور تا دور سطور برق بکشید تا مدار کامل بشه تا الان بازی دو تا اتاق برق داره یکی توی چپتر یک و یکی توی چپتر دو اتاق برق چپتر یک راحتتره اما اتاق برق چپتر دو به فکر کردن بیشتری نیاز داره احتمالا این برای اینه که بازی کننده ها با برق ور نرن توی همین صفحه راجع به انبار هم توضیح دادن از این بخش بیشتر برای نگه داشتن قطعات دستگاه میک فرند استفاده میشه لطفا سعی کنید کف رو تمیز نگه دارید ابزار و تجهیزات اگه ولگردون باشن میتونن باعث حادثه بشن ایمنه توی پلیتامکو برای ما خیلی مهم برای اینکه صفحه کنترل روی راه رو کار کنه به چهار تا فیوز احتیاجه لطفا فیوزها رو توی کنترل پنل بذارید اگه برداشته بشن خیلی راحت پخش زمین میشن و توی گوشه ها گم میشن اگه به این اتاق رسیدید و دیدید فیوز توی پنل نیستن لطفا دنبالشون بگردید و بذاریدشون سر جای خودشون به نظر میاد که این اتاق توی چپتر یک باشه که دست قرمز گرپک رو بهمون میده برعکس دستای سبز بنفش نارنجی دست قرمز کار خاصی نمیکنه به جز اینکه چیزها رو بلند میکنه و درها رو باز میکنه نظرتون راجع به گرپک چیه به اندازه که تایم میگه کاربردی بود یا باید از تجهیزات کارمندان پلیتام هست میشد یادتون نره که کانال رو لایک و سابسکرایب کنید چون با ویدیوهای بیشتر از پاپ پلیتام برمیگردیم تا دفعه بعد روز و شب خوبی داشته باشید